شماری از مردم و مسئولین در بلخ می گویند که بخشی از روضه در مزار شریف مرکز این ولایت تخریب شده و می افزایند اگر بازسازی نشود ممکن قسمت های دیگران نیز به زودی تخریب شود. انجینیر زلمای انصاری مدیر فنی ریاست روضه مزار شریف به پشواک گفت ساختمان روضه شریف یک سلسله مشکلاتی در چند دهه اخیر داره که ای از نگاه ساحاتی که قابل ترمیم است و ترمیم به اصطلاح طلب است بسیار یک حجم زیاد است و دیگه در پهلوی از او صاحب از نگاه تحکیمات که عوارض جوی سر ازی تاثیر کرده، زلزله سرش تاثیر کرده، عمر عزیز سرش تاثیر کرده، عمر خود این ساختمان و انقلابا بوده، حتما یک حادثات مثل انفجار و گپا شده سر ازی ساختمان ها تاثیر میکنه و این ساختمان ها اکثرا قسمان به شکل ازی بگویم که مثل که حال ساختمان ها به شکل پخته و اساسی و کانکریتی و با سیخ و گادر کار میشه، اینا خام نما هستند. اگر این ساختمان ها میایم به مورد سوال شما که اگر این ساختمان ها اگر در این توجه صورت نمیگیره کوچکترین غفلت اندکترین زمان که اگر از این سپری میشه این به اصطلاح جبران ناپذیر است و ما بسیار زیاد نگران هستیم. جناب معاون صاحب در مصاحبات خود گفتند که همی مکاتبی که ناشی از نگرانی اداره است و روزی مبارک هست ما پیشنهاداری که داشتیم صاحب تقریبا از 1.5 سال به این طرف است و که ما پیشنهاد و چیزهای خود داریم، امیدوار هستیم که این منظور شود و این از این حالتی که فرموده شما که نو گفتین که در حالت فروریزی است واقعا که بعضی جایش در حالت فروریزی است و تخریبات ازی اگر به عصری وقت گرفته نمیشه شما یقین بکنین که انمی از این ساختمان اگر یک کاشی یا دو کاشی به جای میشد ما نگران بود. آجی عبدالواحد انصاری معاون این ریاست میگوید که سروی شناسایی بخشای تخریب شده روضه در سال 1396 هجری شمسی آغاز شد. موصوف میافزاید که کار عملی بازسازی روضه به تاریخ 20 مای اسد سال 1399 آغاز شده که 28% تکمیل گردیده، اما سپس کار بازسازی آن متوقف شد. در سال 96 پیشنهاد از طرف ریاست روضه مبارک صورت گرفت که باید روضه مبارک یک ترمیمات اساسی شود. به این ارتباط پیشنهاد به مقام ریاست جمهوری مواصلات ورزید و رئیس جمهوری همو وقت اونا به وزارت شهرسازی، وزارت اطلاعات فرهنگ هدایت دادند که شما از نزدیک برین روضه مبارک ترمیماتش از نزدیک مشاهده بکنین و آسیب شناسی بکنین. در امو وقت یک ترکیب هیئتی آمدن و تقریبا 2 سال روضه مبارک تحقیق کردن، 4 اطرافش دیدن و اینا آسیب شناسی کردن. پروژه در سال 1399 در 20 اسد 1399 رسما آغاز گردید. روضه مبارک تقریبا پروژه توسط وزارت شهرسازی و اداره انکشاف ملی مستقیم به کار آغاز کردند. تقریبا نظر بر ارقامی که به ما وزارت شهرسازی و اداره انکشاف ملی دادند 28% کار در تمام عمرات ازی به پیش رفته. در این حال باشندگان مزار شریف نیز میگویند که حکومت باید از این چنین ارزش‌ها و میراث‌های تاریخی حفاظت کند.
مرکز بلخ که به دلیل وجود روضه حضرت علی در آنجا به مزار شریف شهرت یافته است، به گفته مورخین جسد حضرت علی رضی الله تعالی عنه در سال 130 قمری از نجف به اینجا منتقل شده است. انتقال پیکر مطهر حضرت علی رضی الله عنه از نجف به بلخ در سنه 130 صورت گرفته. ظهور اول زیارت در سنه 530 در حد سلجوقی هاست. زوئی تعمیر ظهور دوم زیارت در عصر تیموریان 885 هجری قمری. گنبد دومیش در 915 در حد غلام محمد شیبانی ها صورت گرفته. توسعه باغ در حد اعلیحضرت ظاهر شاه است. همچنان دومین مسجدش در حد بازم اعلیحضرت ظاهر شاه با سازی های سال 37 و 39. کاشی سازی در حد امیر شهر خان در 1285 هجری قمری است. ما وقتی که میبینیم بعضی از جای روضه مبارک رو به خرابی است، از حکومت اسلامی ما خواستار می هستیم قسمی که به هر سال به نزدیکای سال جدید این ترمیم میشد، به امید که این سال نیز ترمیم شوه و مثل سالهای قبل همیشه هم تعباد و درست بماند. همی حتما حکومت به ارتباط همی زیارت ها یا به ارتباط همی مساجد ها، به ارتباط همی بزرگا حتما اینا یک وزارت یا ریاست دارن. پس امو وزارت امو ریاست مسئول است که باید این وظیفه خود انجام بتن. اگر انجام نتن خدای نخواسته پس او یک یعنی چی؟ واقعا حتما اون امو وزارت و امو ریاستی که در این بخش کار میکنه حتما بر از اونا بودجه بر از اونا تخصیص میشه به ارتباط همی کارا، که اونا باید وظیفه خود انجام بدن و کار خود پیش ببرن. و راستی هم که فرموده شما چندین سال میشه که اینه میجه ایمی بازسازی روضه شریف واقعا که کند پیش میره و باید در چاجل و فرموده شما کار ازی خلاص شوه و مهم است، واقعا که یک کار ضروری است، باید خلاص شوه و به عنوان دولت، به عنوان سرکرده و به عنوان مسئول باید این کار خلاص شوه و مردم واقعا که بیاین ببینن. و مردم یگانه چیزی که اونا پیش خود میگیرن و به نظر من همی چیز هم است که امونا همه کارهای خود باید اونا همه تو درست و منظم ببینن. پده حق لبندی چه در روزی مبارک یو مستقل ریاست ده او ده یو زور اثر ده در تاریخونو پا بنا بندی، نو منگ طولو دا وطن گډونوالو ته اطمینان ورکو چې څومره چې زمونږ وسو طاقت ده د دې روضې مبارکې د نوي ترمیم دپاره یا د نوي جوړېدلو دپاره به مونږ د مربوطه وزارت سره او کوم مربوطه ارګانونه دي له هغو سره به مونږ دا شریکوو او شریک کړې مو دي تر دې حده پورې چې وسي چې دا د روضې مبارکې ترمیم بیرته پیل سي او کارونه یې ښه په جریان پیدا کړي، او له بلې خوا نه د بهار موسم ده چې په هر کال کې د دې روضې مبارکې د زیارت دپاره زموږ ستاسې ګاونډي کشورونه او خصوصا د افغانستان د هر ولایت نه به دلته میلمانه راځي، نو غواړو چې په دې لنډ وخت کې به مونږ د دې دپاره ډېره غټه امدګي ونیسیږو تر دې پورې چې دا زمونږ ملګري یا زمونږ وطنوال خلک دلته په ډېره اسانتیا سره راسي او د دغه زیارت برخمن وګرځول سي. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.